چنان چیزی چنان چیزی که در خاطر نیاید، چنان هستم چنان هستم من امشب، چنان هستم چنان هستم من امشب. جان با آسمان عشق رفتم، به صورت گردن این پست من امشب، بشوی ای عقل دست خویش از من، مجنون به پیوست من امشب، که در مجنون به پیوست من امشب. به جان با آسمان عشق رفتم، به صورت گرد در این چنان مستم چنان مستم چنان مستم من امشب، که از شربت برون کستم برون کستم من امشب. چنان چیزی که در خاطر چنان چیزی که در خاطر نیاید، چنان هستم چنان هستم من امشب. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الله احسن الخالقین و تبارک عباده الاولین. خداوند مبارک گرداند این عید رو بر همه بندگانش، بر همه مسلمان ها و بالاخص بر فقرا که اصاره اسلام باید باشند انشاءالله. در این روز ما جشن میگیریم برای اینکه پدر ما حضرت ابراهیم که هو و سماکم المسلمین من قبل، که از قبل او میدید این ملت رو، این امت رو، و پیغمبر و بزرگوار این امت رو که به افضل انبیا است میدید و به ما نامگذاری کرد به همون صفتی که باید داشته باشیم و انشاءالله داریم، صفت اسلام، یعنی تسلیم در مقابل امر الهی. و ما در این لحظات پیغمبر ما
مراحلی داشت در سلوک که نگفت کسی هم همراهش نبود که ببینی. تمام ایامی که در غار حرا به عبادت مشغول بود و هر لحظه یک قدم به سمت معبود نزدیکتر می شد، این ارقام رو ما ندیدیم، ولی برای اینکه بفهمیم زجرها و ناراحتی هایی که در مقابله با شیطان اینها گرفتن و شیطان را چجوری منکوب کردن، برای ما خودش از کنم جشنی. مثلا همین عید قربان رو از چند روز پیش، چندی پیش، مراسمی بود، مراسم رسمی برای اینکه مدت طولانی تری ما در جریان سلوک اون بزرگواران باشیم. جهت همین کم بسیاری از موارد اون بزرگواران نمی گفتن مراسم خودشون را، برای اینکه خداوند مأمورشون نکرده بود. ولی این پیغمبر پدر ما، پدر معنوی و ما، این مراحل رو گفت. اگر در شرح حال بخون بخوانیم که گفتیم، لحظه به لحظه این بزرگوار زجرها دید، شکنجه ها دید و چه بسیار طعنها و انتقادات بیجا که از زبان مردم شنید. ابراهیم علیه السلام بعد از اون که به خداوند نالید، گوی این که خداوند میدانه، ولی خداوند علاقمنده که از بندگان خاص خودش عبادت رو ببینه. به شما این که ما بسیاری دعاها رو میدونیم ولی معنایش نمیدونیم و نمیخونیم، ولی چون همون عبارت حاکی از بندگی و عبادته، این همون عبارت رو تکرار میکنیم و خداوند خودش فرموده برای اینکه تمام بندگانش، تمام شیعان حقیقی از فیض این دعاها محروم نباشند، تمام این مراحلی رو که امام امر یعنی ابراهیم علیه السلام متحمل شد ما دیدیم. اول که این که فرزند نمی شد و اینها درد بزرگی برای یک انسان کامل. بعد که خداوند ترتیبی داد و ساره اصلاح شد، قابلیت فرزند پیدا کرد، خدا به خداوند رو فرزندی داد. بدیهی است فرزند
مورد علاقه و محبت پدر و مادر بود. طبیعی سر فرزندی هر پدر و مادر این داره. بعد که علاقه کامل شد اون وقت فرمان داد که علاقه را قطع کنه. بقول سعدی افسانه حرات حیات دو روزی نبود بیش. یک روز صرف بستن دل شد به این آن، روز دیگر به کندن جهر. این معنا بود و علاقه به فرزند پیدا کرد، ولی روز دیگر خداوند بود ملکوی متا. در این مورد هم به کار رفت، یعنی خداوند به ابراهیم دستور داد تو سخت علاقه من شدی به این فرزند و به کلی از علاقه قبلی و بندگی خدا غفلت میکنی. البته هیچگاه ابراهیم غفلت نداشت، ولی همین که غیر از خداوند هم معبودی در ذهن او ایجاد میشه، این معبود به منزله بت تلقی میشه و بنابراین او را بعد ابراهیم البته وقتی بین دو تا علقه که هر دوش مجادل علقه به عبادت و پرستش خداوند و همین جور علقه به فرزند، هر دوی اینها مجادل، حتی فرزند هم علاقه به فرزند هرگز نباید مانع علاقه به فرزند باشه. جدال بین این دو علاقه، دو دلبستگی در درون ابراهیم جریان داشت، خلجان داشت. ابراهیم هم مانند همه انسان ها که فرمود انا بشرم مثلکم، به هر دوی این علاقه ها دلبستگی داشت. سخت مبارزه، مبارزه سخته تا بالاخره عبادت اصل، عبادت بن خداوند پیروز شد و ابراهیم تصمیم گرفت. این که میگم مجادله به دلیل این که دفعه اولی که دعای بشد گوش نداد، یعنی فکر کرد ولی فکر کرد این قاعدتا نباید وحی الهی باشه، برای اینکه خداوند هرگز چنین امری رو نمی کنه فرزندی خودش داده. دفعه دوم هم گوش نداد، دفعه سوم متوجه شد که نه، این وحی امر الهی مصمم شد و با اون ترتیباتی که خوندیم و میدانیم راه افتاد برای انجام امر. در بین راه شیطان در سه مرحله به وسوسه شروع کرد، به صورت یه عابری سلام کرد و پرسید که کجا میری با این فرزند؟ حضرت ابراهیم برا چیزی گفت یا نگفت، مرجد شیطان
مثبت را انداخت و مطلب به جان ابراهیم که کسی به فرزند خودش رو از بین نمیبره و امیدوار بود شیطان که این وسوسه اثر کنه درش، ولی همون جوری که پیغمبر هست و عصمت داره گوش نداد به این. سه مرتبه این وسوسه انجام شد و پیغمبر ابراهیم گوش نداد تا مرحله آخر این بود که فرزندش هم او رو تشویق کرد. در مقابل اون وسواس شیطانی وقتی فرزند به فرزند گفت که من چنین قصدی دارم، فرزند گفت فافعل ما امرت، دستوری که به دادن انجام بده، یعنی من حاضرم. بعد خود خوابید و به اطلاب هم انداخت به گردنش. کاری که ابراهیم از مدت های قبل تیز کرده بود آماده داشت کار رو درورد و خواست گردن اسماعیل رو ببره، تکون نخورد که کار دو مرتبه چیز کرد، این باز هم تکون نخورد. حضرت عصبانی شد، عصبانی از این که کارد مانع اجرای فرمان خدا بود. در اینجا باز یه امتحان بزرگی، یعنی خوشحال نشد از این که کارد نمیباره، بلکه ناراحت شد که چرا در اجرای امر الهی تأخیر میشه. ولی بالاخره متوجه شد و نگاه کرد، دید که یه گوسفند خیلی آماده‌ای برای ذبح خداوند براش فرستاده است و فرمود که از فرزند دست بردار، این گوسفند رو قربانی کن. البته در اون موقع خوشحالیشون بسیار خوب بود، برای این که هم امر الهی رو اداره که اجرا کردن و هم رضایت او رو جلب کردن که دنبالش میدانی. در این مسئله البته برای ما وقتی این جریان سلوک گفته میشه، سلوکی که هیچ کس نبود جز خود ابراهیم و اسماعیل. اسماعیل هم آماده بود که کشته بشه در راه خداوند. خداوند او رو نجات داد و این دو نفر رو مأمور کرد که خانه‌ای بسازن، که خانه کعبه از زمانه تهرا بیتی لطائفین و لاکفین و رکوع. شما دو نفر این خانه مرا تمیز کنید، آماده کنید برای عبادتی که بندگان می کنند. در این باره هم فرمان خدمت به خانه خدا داده شد و معلوم شد خدمت در خانه خدا خود عبادته. البته مسلماً در مسجد الحرام، مسجد النبی و
مسجد اقصا کسی خدمتگذاری کنه، جارو کشی کنه، خداوند اجر بهش میده، چون برای خاطر خدا میکنه. ما که چنین جریانی رو دیدیم، این سلوک رو طی کردیم، افتخار میکنیم که این کسی که پدر ما رو نامگذاری کرد و پدر ما به این درجه رسید و از او بالاتری در درجات مستقیم خداوند فرستاد. در اونجا چون ما خوشحالیمون نشون دادیم، خداوند به پاس اون امر خود پیغمبرش رو خود فرستاد، مأمور بررسی ما کرد. به این جهت ما این جشن رو خیلی محترم میدانیم و هم تبریک میگیم که ما چنین پندری، چنین اولیایی داریم و ما چنین مقرراتیم. انشاءالله خداوند ما رو در همه مقرراتش موفق بداره. به حیرتم که چرا حاجیان به کعبه روند، شوند ظاهر سنگی که رکن ایمان است، اگرچه خانه سنگی شد زیارتگاه شرافتش، ز وجود علی عمران است. ای قوم به حج رفته کجایی؟ معشوق همین جا معشوق تو همسایه دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما در چه هوایی؟ گر صورت بی صورت معشوق ببینی، گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایی، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایی. ده بار از آن راه بدان خانه برفتید، یک بار از این خانه بر این بام برآیید. آن خانه لطیف است، نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید. یک دسته گل کویو اگر آن باغ بدیدید، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید،
این همه آن رنج شما در این گلزار میگردم، جهان را یا سر به سر مست از می توحید میبینم، گهی که از باده غفلت دمی هوشیار میگردم، طواف کعبه گر حاجی کند یک بار در عمری، طواف کعبه گر حاجی کند یک بار در عمری، من دیوانه هر ساعت به گرد یار میگردم، گهی از شوق روی او ره گلزار میپویم، به یاد نرگسش گاه بر در خمار میگردم، گهی دیوانه گه مستم، گهی بالا گهی پستم، گهی کاهل گهی چستم، که ناهموار میگردم. مگو با من حدیث عقل و دین واعظ، که عمری شد مگو با من حدیث عقل و دین واعظ، که عمری شد که در دیر مغان دیوانه باز و نار می گردم. به میخانه گهی مستم، ندانم پای از دستم، گهی بر صومعه با جبه و دستار میگردم، گهی در خیر و گه در شر، گهی در نفع و گه در ضر، گهی بر نور میپویم، گهی بر نار میگردم. گهی این سو گهی آن سو، گهی هی هی گهی هو هو، نیم مجنون ولی در عشق مجنون وار میگردم، جمال لم یزال میداردم بر مهر مهرویان، جمال لم یزال میداردم بر مهر مهرویان، ز عشق دوست چون پروانه بر انوار میگردم، سراپا جملگی دردم نهان دارم رخ زردم، نمیداند کسی دردم که بی تیمار میگردم.
من با اجازه همه مرخص میشم که بیشتر بتونم خدمت آقایون باشم. Don't let me.
بندی.